به مجرد این که معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر می دادن گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیامت رو هستیم. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور که در 8 سال حمله عراق بارها و بارها در لباس بسیجی، سپاهی و ارتشی در مناطق نبرد با دشمن حضور یافته است، امروز دوم مرداد 67 بار دیگر به جبهه های دفاع از اسلام و انقلاب و ایران میشتابد و با انتشار پیامی خطاب به ائمه جمعه، علما را به پیشاهنگی و پرچمداری حرکت عظیم ملت در مقابله با هجوم مجدد ارتش عراق فرا میخواند. در پیام آیت الله خامنه ای آمده است: این جانب با درک عمیق از اهمیت زمان و با توجه به اینکه جهاد و شهادت در این برهه حساس فریضه ای مضاعف است، تن و جان ناقابل خود را به جبهه حق میبرم و از شما نیز همگامی و همراهی میطلبم. تیپ امام سجاد، گردان قمر بنی هاشم. هجوم نیروهای داوطلب مردمی، ارتش مغرور و به شدت مجهز عراق را همچون روزهای اوج 8 سال جنگ تحمیلی زمینگیر می کند و درس سختی به صدام و حامیانش می دهد. نظامیان عراقی که همچون اول جنگ با تمام قوا به مرزهای ایران حمله کرده اند، ظرف 24 ساعت به عقب رانده می شوند. الحمدلله به همت رزمنده های اسلام و پشتبانی ملت شهید پرور ایران، با تمام قوت رزمنده ها با گرفتن تلفات و خسارات زیادی دشمن رو از این منطقه دور کردن که الان میبینی مشاهده میکنی تان که های دشمن رو برو دارم در حال عقب میشینی هستن در پشت مرفای خود میکنی. بین المعنی شستیم داریم صحبانه میکنیم. کجا نشستیم؟ بهتر هتل جمع. بهتر هتل؟ کی پرستاد اونا رو؟ اینا رو؟ نمیدونم اسم مشخصش نمیدونم. بهشون میگن عده ای از امت حزب الله جهانی. عراق روز بعد در جبهه‌های میانی و غرب نیز شکست‌های سنگینی را تحمل می‌کند و مناطق اشغال شده از جمله قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب و سومار با ایمان، همت، تدبیر و حماسه مردان و جوانان مؤمن بار دیگر به آغوش میهن باز می‌گردند. از لحظات اولی که این کثافت دروغگو به مملکت ما حمله کردن، حمله مجدد البته کردن با زیر پرچم سرخ حمله کردن، ما از همون دقایق اول ما در مقابل اینا بایستم چه در محفر سومان، چه در محفر سرپروزه ها و چه در محفر که دیگه امروز عملا خودتون دیدیم. بی بی سی پس از شکست مجدد عراق در حمله به ایران اعلام می کند حالتی شبیه آغاز جنگ در 8 سال پیش در ایران احیا شده و ماشین دفاعی ایران توان تازه یافته است. عراق که از رویارویی مستقیم با ایران ناامید شده است، با تجهیز منافقین به سلاح‌های سنگین به این مزدوران دستور می‌دهد به خاک ایران حمله کنند. منافقین نام حمله سوم مرداد را فروغ جاویدان گذاشته و رسماً اعلام کردند 3 روزه تهران را فتح می‌کنند. در آغاز این حمله با پشتیبانی آتش سنگین عراق، شهرهای اسلام‌آباد و کرند به اشغال منافقین در می‌آید. 3 روز بعد عشایر منطقه همراه با نیروهای بسیج، سپاه و ارتش با آغاز عملیات مرصاد، به تعبیر رزمندگان دمار از روزگار منافقین در می‌آورند و به خائنان به اسلام و امام انقلاب درسی فرام موش ناشدنی میدهند. بچه های بسیجی، این جانبرکفان سپاهی اینجا بودن، برادران ارتش، همه دست به دست هم دادیم و دشمن رو این شکلی نابود کردیم که میبینید. خدا میدوند که ما از دیدن این همه جنازه بی اندازه متأثر میشویم که چرا اینها گول استکبار جهانی رو خوردن و
و گول مزدور منطقه صدام و افلقی ها و بعثی ها رو خوردن و هجوم آوردن به کشور جمهوری اسلامی ایران، به کشور کلاوران، به کشور قهرمانان، به کشور سلخشوران و خیال کردن که این بیشه از شیر خالیست. همراه با اخبار پیروزی رزمندگان در مقابل منافقین و ارتش صدام، خبرهای خوبی درباره دستاوردهای جدید موشکی ایران منتشر می شود. این دستاوردها ایجاد قوی ترین قدرت موشکی منطقه را نوید می دهد. پیرو خبر بسیار خوشحال کننده پیروزی های غرورآفرین، درخشان و سرنوشت ساز لشکریان اسلام در جبهه های جنوب و غرب، مخصوصا پیروزی بزرگ و شگفت انگیز عملیات مرساد بر علیه مزدوران صدام و بدبخت های خودفروخته منافق، موشک بسیار مؤثر 160 کیلومتری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو سه روز گذشته با موفقیت آزمایش شد و انشاءالله این موشک در خط تولید انبوه قرار میگیره. سرانجام با شکست خفتبار صدام و عقب رانده شدن مجدد متجاوزان عراقی در 29 مرداد 67 آتش‌بس در مرزهای دو کشور برقرار میشود و واحدهای سازمان ملل موسوم به یونیماگ در مناطق مرزی دو کشور مستقر میشوند. روزهای پایانی مرداد 67 است و پس از 8 سال جنگ، قرش توپ‌ها پایان یافته و آرامش بر مرز ایران و عراق حاکم شده است. صدام و ارتش مجهزش اکنون در عمق خاک عراق در حسرت اهداف ناکام خود افسرده و زخم خورده هستند. اگرچه صدام در اشغال و تجزیه ایران ناکام مانده، اما همچنان بر بی‌اعتباری قرارداد 1975 پافشاری می‌کند. ظاهراً همسایه جنایتکار به هیچ وجه حاضر نیست از این هدف دست بردارد. مذاکرات پیچیده ایران و عراق با حضور دبیرکل سازمان ملل و یا نمایندگانش حدود 2 سال طول می‌کشد، اما به نتیجه مشخصی درباره قرارداد 1975 منجر نمی‌شود. پنجم اردیبهشت 69 نامه پلم شده ای از سوی صدام و عرفات برای آیت الله خامنه ای که بعد از عروج امام به عنوان خلف صالح ایشان رهبری انقلاب را در دست گرفتند و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ارسال می شود. مقامات کشور در جلسه ای محرمانه به بررسی این نامه می پردازند. صدام در این نامه پیشنهاد ملاقات با رهبری ایران را داده است. برخی کلمات و تعابیر نامه مبهم و گاه نگران کننده است. قرار می شود رئیس جمهور پاسخ نامه را بدهد. هاشمی رفسنجانی در پاسخ می نویسد: اگر 8 سال پیش به جای اعزام نیروهای نظامی نامه فرستاده بودی، جنگ آغاز نمی شد. 29 اردیبهشت نامه دوم صدام مبنی بر تکرار پیشنهاد ملاقات با رهبر انقلاب دریافت می شود. پاسخ ایران قاطعانه است: بیایید وقت را با مبادله نامه ها تلف نکنیم و به مسائل اساسی بپردازیم. نامه های سوم و چهارم صدام بی پاسخ می ماند. این نامه نگاری ها اگرچه به مذاکرات مستقیم نمایندگان دو کشور منتهی می شود، اما به حل اساسی مسائل موجود کمکی نمی کند. صدام 11 مرداد 69 در حمله ای 6 ساعته کویت را کاملا اشغال می کند و پیشبینی 10 سال قبل امام درباره حمله بغداد به کویت به تحقق می پیوندد. همه حامیان منطقه‌ای و جهانی صدام از کمک‌های بی‌دریغ اما بی‌نتیجه خود به عراق در طول 8 سال جنگ با ایران سرافکنده و پشیمانند. صدام چند روز پس از اشغال کویت از موضع به ظاهر قدرت پنجمین نامه را برای رئیس جمهور ایران ارسال می‌کند و ضمن اعلام آمادگی برای صلح به تهران هشدار می‌دهد از موقعیت پیش آمده استفاده نکند. در پاسخ ایران به پنجمین نامه صدام، ضمن انتقاد شدید از لحن نامه، پیشنهاد هوشیارانه و زیرکانه‌ای مطرح شده است: مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 در مذاکرات. صدام سرانجام حدود 10 سال پس از پاره کردن و بی اعتبار اعلام کردن قرارداد 1975 الجزایر در مجلس عراق، 23 مرداد 69 در نامه ششم خود به ناچار معتبر بودن این قرارداد را میپذیرد و در پایان این نامه خطاب به مسئولان ایرانی به صراحت اعلام می کند: به این ترتیب همه آنچه که می خواستید و بر آن تکیه می کردید تحقق می یابد.